پرز در حال تکرار یک اشتباه تاریخی، ماجرای رونالدینیو در قضیه هالند تکرار می شود. نیمار: همه کار کردم تا به بارسا برگردم اما نشد. ونگر: زیدان، رویای بزرگ پی‌اس‌جی محقق می شود. تنهای تمام نشدنی با سرخیو راموس در فرانسه. اگر هالند نشود، بارسا به سراغ این بازیکن خواهد رفت. وعده شیرین پی‌اس‌جی با امباپه. چلسی 2-0. قدرت دست شیرهاست. نماینده انگلیس حاشیه امنیت نسبتاً خوبی برای رسیدن به مرحله بعدی برای خود رقم زد. چلسی در اولین مساف خود با لیل در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا برنده از زمین خارج شد. گلزنان چلسی در این بازی کای هاورتز در دقیقه 8 و کریستین پولسیش در دقیقه 63 بودند. ویارال 1 یوونتوس 1. سرنوشت در تورین مشخص می شود. زورآزمایی ویارال و یوونتوس در لاسارامیکا برنده ای نداشت و سرنوشت نبرد متعادل مطابق انتظار به تورین کشیده شد. در نیمه اول دشان ولاهوویچ در همان ثانیه های ابتدایی ویارال را به شوک فرو برد و دروازه این تیم را باز کرد. در ادامه ویارال توانست خودش را پیدا کند و توسط آرنادون جوما و جوانی لوسلسو موقع تای ساخت. در نیمه دوم یوونتوس عقب نشینی بیشتری کرد و ویارال پیش کشید که در نهایت تیم اونای امری با زدن گل به حداقل حقش در این مسابقه رسید. مسئولیت جدی وستون مکینی دیگر نکته تلخ این مسابقه برای یوونتوس بود. 22 هفته متوالی صدرنشین، رئال رقیب ندارد. رئال مادرید از هفته سوم لالیگا صدرنشین هست و با فاصله 13 هفته تا پایان مده شماره 1 قهرمانی محسوب می شود. رئال مادرید از همان شروع فصل جدید مدعی شماره 1 قهرمانی لالیگا بود. پس از جدای لیونل مسی و خالی شدن شدید بارسا، ستاره کسی تردید نداشت که رئال ها شانس اول قهرمانی خواهد بود. رئال پس از گذشت 25 هفته با 57 امتیاز صدرنشین هست و با سویا نزدیکترین تعقیب کننده خود 6 امتیاز فاصله دارد. کمی دورتر بتیس با 46 امتیاز سوم هست و تیم های بارسلونا و اتلتیکو نیز 42 امتیازی هستند. البته بارسا یک بازی کمتر انجام داده است. پس از 25 هفته رئال مادرید 17 برد، 6 تساوی و تنها 2 شکست برابر خطافه و اسپانیول داشته که هر دو مربوط به دور رفت هست. رئال از هفته اول با برتری 4-1 در زمین علاوه صدرنشین بود، ولی هفته دوم با تساوی در زمین لوانته صدر را از دست داد. جالب این که برتری 1-0 بر بتیس با گل دنی کارواخال رئال را در هفته سوم به صدر لالیگا برگرداند و این تیم دیگر هرگز این جایگاه را از دست نداد. پس از 22 هفته متوالی صدرنشینی لالیگا و با فاصله 13 هفته تا پایان رقابت ها باید دید چه تیمی میتواند مانع قهرمانی شماره 35 کهکشانی ها در لالیگا شود. طولانی ترین مصدومیت تاریخ. وضعیت سرخی راموس در پی‌اس‌جی همچنان خوب نیست و او از مصدومیت جدید رنج میبرد. سرخی راموس تابستان امسال و پس از سالها بازی برای رئال با اتمام قرارداد اشراحی پی‌اس‌جی شد. بین او و سران رئال اختلاف وجود داشت و جدایی به شکل مناسب و در شأن کاپیتان باشگاه نبود. راموس شروع خوبی در پی‌اس‌جی نداشت و ماها به دلیل مصدومیت مزمن به دور از میادین بود. او اخیرا توانست چند بازی را برای پاریسی ها انجام دهد، ولی با فاصله 2 هفته تا بازی رفت 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آن برابر رئال بار دیگر مصدوم شد. مشخص نیست او با بازی برگشت میرسد یا خیر. اخیرا و پس از شکست 3-1 پی‌اس‌جی، از نانت رسانه‌ها از ماوریسیو پوچتینو سرمربی پی‌اس‌جی بابت سیستم چرخشی او انتقاد کردند، ولی ژروم آلونزو گلر سابق پی‌اس‌جی در دفاع سرمربی آرژانتینی گفت: واقعا کسی درد سرهای پوچتینو در پی‌اس‌جی را درک میکند؟ او در تیم خودش دو دروازه‌بان درجه 1 دارد که در هر بازی مجبور به انتخاب 1 است. پوچتینو مدافع چون راموس را دارد که طولانی ترین مصدومیت تاریخ را تجربه می کند و پس از 1-2 بازی چند ماه مصدوم می شود. مدیران پاری سن ژرمن قصد دارند زینالدین زیدان را به عنوان سرمربی و آرسن ونگر را به عنوان مدیر ورزشی باشگاه انتخاب کنند. پاری سن ژرمن در حال حاضر با 13 امتیاز اختلاف سرنشین لیگ 1 است و همچنین در موقعیت خوبی در لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد. آنها در بازی رفت مرحله 1/8 نهایی با نتیجه 1-0 رئال مادرید را شکست دادند. با این حال بر اساس گزارش فوت میرکاتو گفته می شود که موقعیت لئوناردو مدیر ورزشی فعلی باشگاه در خطر است.
این گزارش ادعا میکند که تردیدهای جدی در مورد آینده او در پاردو پرنس پس از شکست 3-1 شنبه مقابل نانت وجود دارد. گفته میشود که او روابط تیره با مالکان پی اس جی دارد. آنها از فعالیت های نقل و انتقالاتی باشگاه و عدم پیشرفت در متقاعد کردن کیلیان امباپه برای ماندن ناامید هستند. بر اساس این گزارش مالکان پاریس سن ژرمن اکنون در حال بررسی اخراج لئوناردو هستند. وارسن ونگر را به عنوان جایگزین بالقوه او شناسایی کردند که در حال حاضر در پست رئیس توسعه جهانی فوتبال فیفا فعالیت میکند. سناریوی رویایی آنها همچنین نشان میدهد که زیندن زیدان سرمربی سابق رئال مادرید جایگزین ماریسیو پوچتینو به عنوان سرمربی خواهد شد. سرمربی آرژانتینی روزهای پرفراز و نشیبی را در پاریس سن ژرمن تجربه کرده و گفته می شود که اصلی ترین گزینه هدایت منچستر یونایتد در فصل آینده است. نیمار ستاره برزیلی پاریس سن ژرمن درباره اخباری که پیرامون بازگشت او به بارسلونا وجود داشت صحبت کرد. در تابستان سال 2017 بود که نیمار تا انتقال تاریخی و با قرارداد برزش 222 میلیون یورو از بارسلونا به پاریس سن ژرمن پیوست. انتقال رکوردچگانی که باعث شد ستاره برزیلی به گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شود. با این حال دوران حضور نیمار در پاریس سن ژرمن هرگز مطابق انتظار پیش نرفت. در واقع مسئولیت‌های پایاپای و حواشی باعث شد که ستاره برزیلی نتواند روزهای فوق‌العاده خود را در پارک دو پرنس نیز تکرار کند. نیمار حتی در مقطع به سیم آخر زد و خواهان بازگشت به بارسلونا شد. این موضوع حتی رنگ و بوی جدی هم به خود گرفت، اما نهایتاً تیم فرانسوی راضی به جدایی نیمار نشد تا بازگشت او به نوکم منتفی شود. نیمار حالا در یک پادکست درباره اخباری که پیرامون بازگشت او به بارسلونا وجود داشته صحبت کرده و میگوید: من سعی کردم به بارسا بازگردم. ما همه روش های ممکن را امتحان کردیم اما نشد. بعد از آن لئو این فرصت را پیدا کرد تا به اینجا بیاید و من از این بابت بسیار خوشحال هستم. فلورنتینو پرز در حال حاضر بر روی جذب امباپه متمرکز هست. ممکن است یک اشتباه تاریخی را تکرار کند و همان گونه که فرصت جذب رونالدینیو را از دست داد، فرصت جذب هالند را نیز از دست بدهد. رئال مادرید خواهان جذب ارلینگ هالند و کیلیان امباپه است، اما شرایط اقتصادی این تیم اجازه نمیدهد تا هر دو بازیکن را به صورت همزمان جذب کنند. این تیم در حال حاضر روی جذب کیلیان امباپه متمرکز هست و پرز به هالند خبر داده تا و یک فصل دیگر در دورتموند بماند و کهکشانی ها در تابستان 2023 برای خرید این مهاجم نروژی اقدام خواهند کرد. رئال با این کار ممکن است یک اشتباه تاریخی را تکرار کند و همان گونه که فرصت جذب رونالدینیو را از دست داد، فرصت جذب هالند را نیز از دست بدهد. در حقیقت پرز ریسک از دست دادن هالند در تابستان بعدی را کاملا به جان می‌خرد، چرا که تیم‌های نظیر بارسا، پی اس جی، بایرن مونیخ و سیتی حاضرند تا این بازیکن را در تابستان آینده بخرند. پرز سال 2003 درست در همین شرایط چانس خرید رونالدینیو را از دست داد. در آن زمان پرز به دنبال خرید بکام رفت و از رونالدینیو خواست تا یک سال دیگر در پی اس جی بماند، اما بازیکن برزیلی این خواسته رئال را نپذیرفت و راهی بارسلونا شد تا به یکی از استراهای این تیم تبدیل شود. حالا این سناریو در حال تکرار هست و رسانه‌های اسپانیایی پرز را متوجه ساختند تا چنین اشتباهی را تکرار نکند و با سایر تیم‌ها فرصت ندهد تا هالند را جذب کنند. بنابر دو اسپورت، در صورت ناکامی بارسلونا در جذب ارلینگ هالند، این باشگاه به سراغ لاوتارو مارتینز خواهد رفت. بارسلونا نیز خواهان توافق با ارلینگ هالند شده و خوان لپورتو رئیس این باشگاه در ماه‌های اخیر فعالیت خود برای توافق با مینو رایلا مدیر برنامه‌های این بازیکن را آغاز کرده است. با این حال قطعا بارسا کار آسانی برای جذب ارلینگ هالند نخواهد داشت. به خدمت گرفتن این بازیکن هزینه نقل و انتقالاتی بالایی را طلب می‌کند، در حالی که بلوگرانا در وضعیت اقتصادی خیلی خوبی به سر نمی‌برند. از طرف دیگر وجود رقبای نظیر منچستر سیتی، منچستر یونایتد و رئال مادرید در راه جذب ستاره نروژی یکی دیگر از مصائب بارسا در راه نهایی کردن این انتقال بزرگ هست. اگرچند بارسلونا تمام تمرکز خود را روی جذب ارلینگ هالند قرار داده، اما اسپورت کاتالونیا در گزارش مدعی شد که در صورت ناکامی این باشگاه در به خدمت گرفتن این ستاره نروژی، آنها یک گزینه جانشینی جدی هم دارند. بر اساس این گزارش لاوتارو مارتینز یکی دیگر از گزینه‌های تقویت خط حمله بلوگرانا محسوب می‌شود که این باشگاه در صورت عدم موفقیت در جذب هالند به سراغ او خواهد رفت. در این گزارش همچنین تاکید شده که باشگاه اینتر با دریافت 70 میلیون یورو اجازه جدایی این بازیکن را صادر خواهد کرد.